خب امروز درباره غذاهای سالم و ناسالم و تغییر عادت غذایی، اگر احتمالا خدایی نکرده خیلی اهل سالم خوری نیستید، به عادت سالم خوردن صحبت کردیم و اینکه چطور میشه به بچه‌ها در این زمینه کمک کرد، علل خصوص به عنوان نمونه‌های عملی. و اما حامد خان توسلی برامون یه چیز عالی درست کردن که تا نبینید باور نمی‌کنید. سلام آقا. سلام علیکم. خسته نباشی. خواهش میکنم، سلامت باشی. من داشتم دستمو میشستم که یه دفعه شما سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت بیننده‌های عزیز برنامه عصر خانواده. امروز یه چیز خوشمزه می‌خوام بهتون آموزش بدم یا یادآوری کنم. تا الان همه چیپس خوردن، چیپس‌های بسته‌بندی و حالا هر چیزی که توش اضافه کردم، من کاری به کارخونه‌ها ندارم، اما می‌خوام یه دونه چیپس خیلی خوشمزه به شما یاد بدم. چیپس سیب زمینی هست، نیاز به روغن یا سرخ کردن نداره. البته میگم نیاز به روغن، روغن کنجد ما میتونیم استفاده کنیم. یه سینی فر دارم اینجا، خوشگل تزیینش کردم از کاغذ روغنی، یه مقدارم گوجه برای تزیینش. معمولا واسه اینکه یه ذره خوشگل تر باشه دارم این کارو انجام میدم، چون دفتر نقاشی در آشپزی برای من. یک مقدار من اینجا سیب زمینی حلقه شده رو بهش آب اضافه کردم از قبل و یه مقداری هم روغن اینجوری اضافه میکنم. شما اگه از روغن کنجد بخواید استفاده کنید خیلی بهتره، خیلی خوشبوتره. و در ضمن از لیمو میخوام داخل این فر داشته باشیم. میبینید بوی این سیب زمینی رو میگیره، باعث میشه که فرتون هم خوشبو باشه. من باز دوباره دستم اینجا تمیز میکنم و حالا کدش هم کم چیدم، فقط میخوام نمونه نشون بدم چون درست کردم. تقریبا اگه 100 درجه باشه خوبه، اما 220 میذارم که زودتر آماده بشه. حرارت بالا پایین خیلی خوبه. اینم آماده شد. حالا بریم سراغ درست کردن محتویات دیگه. تا حالا چیپس کدو شنیدید یا درست کردید؟ یا شاید هم از چیپس لبو. معمولا من درست کردم. برنامه های قبلی یادم میاد سری برنامه بود که اینو درست کردم. اما میخوام از این مایتابه کوچیک برای کرپ درست کردنه. ولی به خاطر اینکه خوشگل تر باشه من میام شروع میکنم. این پیازا رو حلقه میکنم. اینجوری. یک مقدار قشنگ، یه مقدار از این کدوها خیلی خوشگل میچینیم. هر چقدر تنوع رنگیمون بهتر باشه، بیشتر باشه، خیلی غذامون خوشمزه تر میشه، چون انرژی براش داریم میذاریم دیگه. ادامه لیمو میذارم. این جعفری هم داخل لیوان از آب خنک استفاده کردم، یه مقدار تازه تر باشه. پیازشه دارم، پیازشه هم خوشگله رو انتخاب میکنم و اینجا میام چیک. فرقی نمی‌کنه چه اندازه‌ای، فقط به خاطر اینکه یک مقدار بخواد عطر بده درست می‌کنم. اینا رو می‌ذاریم قشنگ سرخ بشه. دماش هم می‌برم بالا، حرارتش هم می‌برم بالا، برد رو 6. و درست کردن سس اصلی. ببینید موقعی که داخل فر می‌ذاریم حواسمون باشه. من حواسم نبود سوخ چیپسای قبلیم، ولی درست کردم دیگه. اینجا آماده است. چجوری این حالت در میاد؟ اگه یک مقدار تو آب باشه، تو روغن باشه، خودش فرم میگیره و حالت میگیره. ماست و گوجه و فلفل دلمه‌ای میتونیم اضافه کنیم، فقط قبلش به مدت 2 دقیقه نیم پز کنیم. قاشق رو برمیدارم اینجوری. یه دونه، دو تا دوستان هستن، 3 تا اینجا اضافه میکنم. یه مقدار هم میزنم اگه تهنشین شده باشه. از ادویه میخوام استفاده کنم، لیمو امانی هستش، یک مقدار نعنا، زیره. اگه هم دوست داشته باشیم میتونیم از ادویه‌های ترشمزه، مثلا من اگه گیاه کوهی باشه خیلی خوشمزه است، دوست دارم گیاه کوهی، دوست دارم. یه دونه دوتا این هم بخاطر اینکه خوشمزه ترش. سومی رو اضافه میکنم، شروع میکنم هم زدن، چون واسه بچه‌ها من معمولا درست کردم میخوام باز دوباره شکل زرافه نشون بدم. میبینید چقدر خوشگله، شکل کارتونی. به این سو اینو هم میزنم، اونم که قشنگ داره نیم پز میشه و ما نیم پزیش میخوایم. این سس آماده است، خیلی هم خوشمزه است. اینجوری این هم نگه میدارم، میدونم استفاده میشه. اینجا حالا به خاطر اینکه خوشگلتر بتونم کار انجام بدم، از برگ ریحون یه دونه اینجا میذارم، یه دونه اینجا میذارم، یه دونه اینجا. چی شد؟ یه دونه هم اینجا، یه دونه هم میذارم تو دهنه. این مثلا داره میخوره، جواب خوب شد. دو سه تا اینجا برای تزیینش. خب حالا میبینم که اینا تقریبا نیم پز شده. راستی یادم رفت بهتون بگم تو کدوها، روی کدوها البته من مقداری نمک ریختم، نمک دریایی بشه خیلی بهتره، خوشتمتره، خوشعطرش هم میکنه. این تقریبا دیگه
آماده است. هر چقدر نیم هستر باشه بهتره، چون روغن نمیخوایم داخلش باشه. روغن هم کم استفاده کردم، خاصیت این مایتابه همین هستش. اینو اینجوری برمیگردونم. چیپسایی که از قبل آماده شده من میام به صورت اینجوری. یه مقدار اگه میبینید اینجا سوخته میشه اشکالی نداره، طعمش تغییر نمیکنه، نگران نباشید. فقط اگر زود برداری باعث میشه که این حالت چیپسیش نباشه، اگه دیرم برداری باعث میشه که اینجوری بسوزه. اینجا اینم کافیه، اینم میره واسه یه جاهای دیگه. گوجه اضافه میکنم. خداییش آقا من از این چیپس شما خوردم و باور کنید خیلی خوشمزه بود، سالم ولی بسیار خوشمزه. نگید مگه میشه؟ میشه. دست شما در نکنه میکنم. یک دنیا ممنون که باعث میشید که بچه ها و بزرگترها جای خالی چیپس رو توی مجموعه غذاهاشون احساس نکنه. اگه بتونیم از این چیپس هایی که بسته بندی هست یا جدیدن اومدن روغن خیلی زیادی داره استفاده نکنیم خیلی بهتر. فقط کافی ما فر داشته باشیم. روش دیگه هم داره که بدون فره، به صورت بنماری، اما دیگه حالا اون توردی چیپس رو نداره، ولی همون خاصیتشو داره دیگه. میدونیم که اگر بتونیم چیه میتونیم. ما میتونیم، ما به کمک هم میتونیم. همونطوری که به کمک هم تونستیم پاسخ سوال رو پیدا بکنیم. کدوم سوال؟ چطور باید ذائقه سالم را در کودک نهادینه کرد؟ یادتون میاد آقای توسلی سه تا انتخاب داشتیم. گفتیم تعیین جایزه، اجبار و منع کامل از خوراکی‌های ناسالم که بابا عملی نیست، امکان پذیر نیست، و بعد هم تعیین برنامه غذایی سالم برای تمام اعضای خانواده. کدومش درست بود به نظر شما؟ من راست دروغ میگم بهتون. گوش نکردم. گوش نکردم به خاطر همین حواسم میره. شما حواستون پیش چیپستون بود. چیپس انتخاب سوم درست بود.